ساخت کاتالیزور جدید برای تبدیل بهینه‌تر دیوکسید کربن جو زمین به بنزین. کاتالیزور جدید استنفورد میتونه به فرایندهای تبدیل دیوکسید کربن موجود توی اتمسفر کره زمین به سوختهایی مثل بنزین سرعت بخشیده و بازدهی اونو بهبود بده. حاصل ده‌ها سال فتوسنتز و صدها هزار سال فشار و گرمای ناشی از فعالیت‌های زمین شناختی تبدیل دیوکسید کربن جو زمین به زنجیره‌های طولانی از هیدروکربن‌هایی که سوخت‌های فسیلی رو می‌سازند. اما انسان‌ها برای تبدیل دیوکسید کربن اضافی موجود در جو و تبدیل اون به هیدروکربن‌های مفید نمی‌تونن میلیون‌ها سال منتظر باشن. دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت کاتالیزورهایی که میتونن دیوکسید کربن رو به مولکول‌های کربن‌دار تبدیل کنن، میتونه نوید بخش چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در زمینه جمع‌آوری آلاینده‌های مضر از جو زمین و تبدیل اون به مواد قابل استفاده باشه. همراهان چنل ساینتیا سلام. اگر هنوز به چنل ما سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید. و برای دیدن ویدیوهای جدید ما زنگوله رو هم روشن کنید. بریم ببینیم ساخت کاتالیزور جدید برای تبدیل بهینه‌تر دیوکسید کربن جو زمین به بنزین چجوری است. فناوری تبدیل دیوکسید کربن به سوخت. در این فناوری که توسط مهندسان شیمی دانشگاه استنفورد ابداع شده، دیوکسید کربن اضافی با مقدار مناسبی از هیدروژن ترکیب شده و زنجیره ای از مولکول‌های اتان، پروپان و حتی بوتان تشکیل میدن. مولکول‌هایی که میتونن به منبع تولید سوخت‌های نسل جدید تبدیل بشن. توی سالهای اخیر تلاش‌هایی برای ابداع روشی مقرون به صرفه برای استخراج کربن دیوکسید از جو و تبدیل اون به مواد مفیدی مثل سوخت یا پلاستیک صورت گرفته. موادی که مردم مایل هستند برای خرید اونها پول خرج کنند. چالش تبدیل دیوکسید کربن به سوخت. چالشی که دانشمندان با اون مواجه هستند ابداع روشیه که حداقل بخش کوچیکی از میلیاردها تن دیوکسید کربنی رو که سالانه وارد جو زمین میشه به روش‌های مختلف به مواد مفید تبدیل کنه. برای اقتصادی بودن چنین روشی باید حداکثر مقدار ممکن از کربن دیوکسید موجود توی گازهای حاصل از احتراق جمع‌آوری شده و طی یک فرایند سریع و ارزون به مواد مورد نظر تبدیل بشه و برای به دام انداختن حداکثر مقدار ممکن دیوکسید کربن باید زنجیره هیدروکربنی شکل گرفته تا حد ممکن بزرگ باشه. اما با استفاده از تکنولوژی‌های فعلی نمیشه زنجیره‌های طولانی از هیدروکربن تولید کرد. برای تشکیل زنجیره‌های هیدروکربنی طولانی حرارت و فشار زیادی لازمه. از این رو کارآمدی فرایند پایین میاد و هزینه ها سر به فلک میکشه. راهی برای به دام انداختن مولکول های کربن. کارنیلو مهندس شیمی دانشگاه استنفورد و تیم تحقیقاتی اون تمرکز خودشون رو روی پلیمرهای ارگانیک معطوف کردند. موادی دارای منافذ زیاد که میشه با تغییر اندازه اونها ساختاری مناسب برای به دام انداختن مولکول‌های کربن و ترکیب اون با هیدروژن و در نهایت تشکیل زنجیره هیدروکربن تولید کرد. چه این فرایند از یک کاتالیزور فلزی دیگه برای سرعت دهی به فرایند استفاده میشه. این ماده ترکیبی از عنصر روتنیوم با تیتانیوم اکسیده. محققان میتونن با مدل سازی منافذ ساختارهای پلیمری بازدهی فرایند رو به طور محسوسی افزایش بدن. نتیجه کار خارق‌العاده بود. افزایش 10 برابری جرم مولکولی زنجیره‌های کربنی. همچنین نرخ تولید زنجیره‌های 4 کربنی بوتان با استفاده از کاتالیزورهای پوشیده شده از پلیمرهای ارگانیک تا 1000 برابر افزایش پیدا کرد.
انتشار کربن خالص صفر. در حالت ایدئال هر میزانی از کربن که بشه از اتمسفر زمین استخراج کرد باید به شکلی مطمئن مهار شه، یا به صورت تولید سوخت و بقیه مواد مصرفی یا مواد پایه کربنی که مصرف خاصی برای اونها وجود نداره. تولید سوخت‌هایی با میزان انتشار کربن خالص صفر میتونه فرایند استخراج دیوکسید کربن و تولید سوخت رو از لحاظ اقتصادی توجیه کنه و از طرف دیگه به کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنه. بوتان نسبت به بقیه هیدروکربن‌ها سنگین‌تره و احتمال بخار شدن اون در دمای اتاق و نشت به اتمسفر مثل بقیه هیدروکربن‌های زنجیره کوتاه زیاد نیست. از این رو تولید چنین هیدروکربنی دستاورد مهمی برای محققان قلمداد میشه. کلام آخر. با انجام تحقیقات بیشتر میشه از این فرایند شیمیایی برای تولید انواع پایدارتر هیدروکربن‌ها استفاده کرد. موادی که میتونن زیربنای تولید ساختارهای ماندگار و مفیدی برای انبار کردن ایمن مولکول‌های کربن باشند. البته واضحه که شبیه سازی روش طبیعت در گردآوری کربن و استفاده از اون در ساختارهای بیولوژیکی و ابداع فرایندی مشابه اون اولویت اوله محققانه. چه چیزی بهتر از تبدیل دیوکسید کربن به انواع گیاهان و برگهای درختان برای فتوسنتز بیشتره؟ اما قسمت خوب ماجرا اینه که اگر ادامه روش‌های فعلی باعث کاهش وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی در آینده بشه، سرمایه گذاری در این فناوری قابل توجیه خواهد بود. حالا شما به ما بگین، هیدروژن آبی چه تأثیرات منفی در تغییرات اقلیمی میذاره؟ به نظرتون چرا نمیشه روی سوخت‌های مصنوعی برای حفظ پیشرانه‌های درون‌سوز حساب کرد؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و به دوستانتون هم معرفیش کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.